سلام احسن. اومدیم مجموعه تهران داینو. ماشین یک کیت مکش داره. وضعیت خود ماشینه، یک کیت مکش داره. این ماشین کاملا مشخصه که دنده دیفیزرش یا همون موتور وی وی تی شیرات داره. در مورد موتور تیو 5 که برای کلاس ها میخواستیم امیررضا الان سری توضیح رو بهتون میده. سلام احسن. روز خوبی داشته باشین. به کانال یوتیوب ما خوش اومدین. بعدی خب یه سمند الیکس داریم، سابسکرایب یادتون نده. یه سمند الیکس داریم، این سمند الیکس دیگه ایشالله. سمند الیکس باید. آره الیکس. خب اینقدر ماشاءالله تنوع زیاده. آره پایگاه سوس ایسیو 749. ماشین مشکوک به تایم و دیفیزر وی وی تی، همون دنده وی وی تی خودمون. ولی حالا به مالک البته قبل داینو اطلاع دادیم، به خواسته مالک باز با این اوصاف اومدیم به داینو. اصلا یه چکش بکنیم و حالا یه سری تغییرات بدیم و قطعا مالک باید ببرم برای این کارا. تغییرات ما هم قرار نیست اصلا اتفاق ایجاد بکنه، چون اصلا این ایبا برطرف شد ماشین باید بیاد دوباره رو داینو. ما فقط میخواییم نهایی بکنیم این پروسمون و بحث ایبیابیمونو و بعد این عیب عجیب غریب رو که مالک اطلاع دادیم مالک ببرن اوکی بکن. اومدیم مجموعه تهران داینو، یه ذره قیافش عوض شده بخاطر اینکه جاش تغییر کرده، آساسا اومدن جای جدید و اینکه خیلی کارهای باحال دارن انجام میدن. هم تعبیهش خیلی بهتر شده، هم شرایط داینو خیلی بهتر شده از چیزی که قبلا بود و هر تغییراتی که شما میخواییم بدین تو شرایط ثابته دیگه ماشین. البته نه که قبلا مشکلی داشت، نه الان خب بهتر شد. این از این قضیه. Taking shots at the enemy, I'm gonna make it to the top, leave a legacy. If I got something to say, you better let me speak. Turn it up a new degree, bitch, you ain't seen anything. I pop off with the new rock, electronic, blow the sonic roof up. I'm too honest when I take a few shots. They're too toxic, need to take the new song. And you cannot save me, cause I don't need saving. It's everything I've been chasing, all here for the taking. Don't wanna test your luck with me, I think I've had enough disease. I'm sick of all the bad thoughts, people who are half done. You are not as tough as me. این ماشین تا الان این شده، این بوده و شده این و وضعیتش به شدت خرابه. ولی ما خب به خواسته خود مالک خواستن که ما ماشین رو با همین شرایط داینو کنیم که انجام بدیم. ماشین یک کیت مکش داره، وضعیت خود ماشینه، یک کیت مکش داره ولی تایم یا احتمال خیلی زیاد خود وی وی تی مشکل داره. حالا باید چک کنم که ببینم مدار وی وی تی چجوریه سیستمش به این شکل. شما چکش کردیم، حالا یه دامپ اصلاحی هم زدیم. اول اینکه این دیپ ما نباید داشته باشیم، دوباره اینکه میبینید رو اسموتینگ صرف ما اینجا نویز خیلی کمی داریم. اینجا تازه یا علی نویز ها شروع میشه. این ماشین کاملا مشخصی که دنده دیفیزرش یا همون موتور وی وی تی شیرات داره که حالا باید ببرن پیش تعمیرکار اوکی کنن، بس تایمینگ موتورشون هم دوباره چک کنن ببینیم چه خبره. خب این ماشین رو صرفا برای اینکه در واقع برسیم به یه بارها و بارها از قدیم گفتیم تا به الان هم میگیم و در آینده هم در آینده هم ایشالله زنده بمونیم قطعا میگیم این مسائل رو. یکی از در کنار بحث تنظیم ماشین، یکی از ابزارهای ویژه‌ای که شما هیچ موقع نه تو جاده همچین آپشنی دارید نه هیچ جای دیگه، میتونی کامل ایبیابی کنی بفهمی مشکل چیه. بارها و بارها تو هایلایت های شینیگامی اگر نگاه بکنین ایبای عجیب غریبی که بارها نفر تعمیرگاه رفته و پیدا نشده این ایب ها. حالا اختلاف توانگشته ها بعضا زیاد نبوده ولی ایبای خاص بوده. اینا رو فقط رو داینو ما فهمیدیم، یعنی نه تو جاده مشخصه نه خیلی هاشو با تحلیل ریز پارامتر دیاگ میشه متوجه شد. پس داینو لزوماً ابزاری نیست که شما روش ماشین تنظیم بکنین جهت تیون و تقویت. خیلی از اوقات من پیشنهاد میکنم تمام دوستان و تیونرهایی که کاراشون رو دارن انجام میدن خیلی از ایباکشون رو بیان رو داینو نگاه کنن، مثل سیویک H22 که ما تو پروسه دیولوپ ECU برقش خیلی از ایباش رو رو داینو ما متوجه شدیم، اصلاح کردیم و نقاط اپتیمومش رو به دست آوردیم. این توضیحات رو بهتون دادم تا هم کلیشه نباشیم این شوقه،
همین که متوجه شیم و به اهمیت داینو پی ببریم. مطلب حقی بود. حالا این ماشین رو تنظیم کردیم. این تنظیم اون جهت تیون نبود، چون قطعا این دوستمون بحث تعمیراتش انجام بده مجرد باید بیاد و داینو کامل اصلا تنظیم شده به هم میرزه، ضمن این که اصلا این تنظیم پیک نیست و اعداد اصلا ایدئالی نداریم. این ماشین وقتی اومد تو حدود 69-70 از 106 نیوتن متر بود، بعد تنظیم رسیدیم تا 77 از 100 و حدود 16-17 نیوتن متر گشت آورد. این اختلاف نمودارا اصلا تنظیم جزئی که کردیم تو این ناحیه هم سعی کردیم نویز رو بگیریم، اما عیب اصلی این ماشین بحث دیفیزر میل سوپاپ هوای این ماشین هست، یعنی در واقع اصطلاحاً همون دنده وی وی تی آمیان هست و در واقع چکاپ تایمینگ این ماشینه که عیبشو باید توی این موضوع مکانیک در واقع انجام بده براشون و تعمیر بکنه. پیشنهاد هم تعویض قطع دیفیزر وی وی تی هستش و در واقع حالا یه سری ریسکارهایی که به مالک دیگه اطلاع میدیم تا انشالله بعد انجام این کارو بیان کار اساسی داینو تیونشون رو ما در خدمتشون باشیم. احسن. خب داریم میریم الان کارگاه، توی ماشین خیلی عزیز هستیم که قراره سه شمع عوض کنیم براش، یکی دوستامونه، یکی از مشتریه. همه تون آشنایی دارید با ایشون، حالا پشت پرده سم میشه و اینکه یه سری کارام رو کاپرا انجام دادیم، الان میرم رو کارگاه بهتون نشونم چه خبره و این داستان ها. این EF7 هم که EF7 نشد آخرش، نهایتا EQ7 شد. بریم ببینیم که چیکار میکنه. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. دیدیم که پرادو رو شمش عوض کردیم، ماشین مشکل کاتالیست هم داره، کاتالیستش قرار شده برن حالا یا هدز ببندن یا عوض کنن، این هم از این قضیه. در مورد موتور TU5 که برای کلاس ها میخواستیم امیرزا الان یه سری توضیح رو بهتون میده. موتور TU5 اون هم آماده کردیم دیگه، امروز آخر وقت وقت نشد از کمر افتادیم. الگی ادا حال بدار در ریا فردا میبریم اسپالا، اینم تو اتاق موتور میذاریم، ابزار مبزارمون هم جمع کنیم. امشب دیگه واقعا خسته ایم نمیشه، کلی کار زیاد امروز داشتیم، جمع میکنیم و داریم آماده میشیم برای جمعه کلاس EMS 1 رو داریم، دوره اولش رو داریم برگزار میکنیم و منتظر باشین دیگه، ثبت نام کنین بشه تابین. احسنت، همه چی جالبه، موتورمون هم آماده است، لوازم هم که بچه هورنه، تیم هورنه زحمت کشتن عقب فرستادن بعد ما یه اسمبلی اولیه موتور میکنیم، ترتمیز شده همشو دیگه میریم برای آماده سازی برای کلاس تیونینگ دو دوره اول. تله موشکی گذاشتیم، مارمولک و عنکبوت گرفت و هنوز موش نگرفته، فکر میکنم که دیگه موش دیگه دیده راه خونشو بستیم دیگه نمیاد خوشبختانه. در مورد کاپرا هم تقریبا کاراش انجام شد، امروز یه سری خردکاری دیگه هم انجام دادیم و سرسیم نیاز داشتیم، سرسیم ما رسوندن ولی فردا اگه شد تا قبل از اینکه برق بره کاراش انجام میدیم و بریم تو کارش دیگه، بریم ببینیم چیکار میکنیم درست میشه.